های به وجود اومده بین آنکارا، اتحادیه اروپا و آمریکا از دو بعد قابل بحث و بررسی هست. یکی بعد سیاسی ماجرا که در صورت مسئله ما شاهد مداخله گرایی مزمن کشورهای غربی در امور داخلی حتی متحدان این کشورها هستیم. این در حالی است که هم در داخل اتحادیه اروپا و هم در داخل آمریکا ما شاهد بحران‌های حقوق بشری فراوان و گسترده‌ای هستیم و این اصل مداخله گرایی در نوع خودش محکوم هست. نکته بعدی برمیگرده به مناسبات که اینها با کشور ترکیه به عنوان همپیمان خودشون دارن. ترکیه‌ای که الان عضو ناتو هست، ترکیه‌ای که از سال 2005 میلادی مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا رو داره آماده به اصطلاح ادامه میده و همچنین ترکیه ای که الان شریک با اولویت اتحادیه اروپا محسوب میشه و البته متاسفانه در بسیاری از موارد مستقیما در زمین واشنگتن و اتحادیه اروپا در پرونده های بین المللی بازی میکنه. اما ما میبینیم که نسبت به همین آنکارا هم غرب نگاهی کاملا ابزاری و نگاهی بازدارنده داره. خب در بعد تبلیغاتی همونطور که مطرح شده از سمت آقای قلیچدارأوغلو رهبر حزب جمهوری های خلق، ممکنه برخی از مواضع اردوغان در قبال اخراج سفرا کاملا جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی داشته باشه، به این معنا که اردوغان اونها رو عنصر نامطلوب بخونه ولی در عمل اونها رو اخراج نکنه. میدونید که عنصر نامطلوب خواندن سفرا و دیپلمات‌ها پیش شرط اخراج اونها از یک کشور محسوب میشه و لزوماً به معنای اخراج مطلق اونها میتونه نباشه. بله. و برای همین هم هست که وزارت خارجه نروژ، سوئد و هلند در بیانیه اعلام کردن که اردوغان و دولت ترکیه تصمیم خودشون رو در این خصوص به صورت رسمی به آگاهی و اطلاع این کشورها نرسونده. به هر حال هر مسئله و هر تنشی که از این پس بین آنکارا و اتحادیه اروپا و آمریکا رخ بده در قالب یک محور و یک قاعده میتونه بگنجه، اینکه مناسبات شرکای غربی با یکدیگر و مناسبات اونها با شرکای بیرونیشون از یک ثبات و از یک استواری برخوردار نیست آقای غفاری. و این خروجی رو ما میبینیم. آقای غفاری، چشم اندازتون از تبعات این تصمیم اردوغان و واکنش احتمالی دولت‌های مقابل چیه؟ فکر می‌کنید این تنش دیپلماتیک چه آثاری در آینده خواهد داشت؟ خب اونطور که مسلم هست اگر تصمیم اردوغان و دولت ترکیه نهایی و عملیاتی بشه در خصوص اخراج سفرا، ما اولا احتمالاً شاهد اقدام متقابل اونها خواهیم بود و این به معنای اخراج به اصطلاح سفرای ترکیه از 10 کشور مذکور و حتی بقیه کشورهای اروپایی خواهد بود، چون اتحادیه اروپا احتمالاً در این خصوص پیوسته عمل خواهد کرد و قطعاً این مسئله بر روی مناسبات ترکیه و دیگر اعضای ناتو هم تأثیرگذار خواهد بود.